هفته گذشته حکومت جمهوری اسلامی نیروهای امنیتیش را برای سرکوب معترضان به مهاباد، بوکان، پیرانشهر، جوانرود و چند شهر کردنشین دیگر روانه کرد. این تصاویر تنها گوشه ای از خشونتی است که به خاطر محدودیت شدید اینترنت منتشر شده. تصاویری که در آنها صدای ممتد گلوله شنیده می شود و از کشته و زخمی شدن عده زیادی از معترضان حکایت دارند. اعتراضاتی که کانون آن مهاباد بود. حضور پرتعداد معترضانی که خیابانها را در کنترل خود گرفته بودند و شادمانی هایی که حکومت آنها را بر نتافت و با قدرت تمام سرکوبشان کرد. تعداد کشته ها مشخص نیست. این روایت نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی. بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر من به رئیس جمهور و وزیر کشور است. در اعتراضات مردمی یک ماه گذشته مهاباد متاسفانه تا حال 13 نفر و بر اساس آمار غیر رسمی در مناطق کردنشین 105 نفر کشته شدند. جناب آقای وحیدی، شخص جناب عالی به عنوان وزیر و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم هر کسانی به مردم تیر جنگی شلیک کرده اند شناسایی به دادگاه معرفی کنید. آقای محمودزاده میگوید این درخواست را چندین بار تکرار کرده و نتیجه این بوده که به جای رسیدگی از خود او به خاطر اظهاراتش شکایت کردند. این گوشه دیگری از اقدامات نیروهای امنیتی در این منطقه از زبان این نماینده مجلس. لشکرکشی و امنیتی نمودن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و ماشین‌های مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و استقرار بازرسی‌های متعدد. این ویدیویی است که هفته گذشته یکی از شهروندان مهاباد از هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش منتشر کرده بود. رعب و وحشت و ویرانی که نماینده مهاباد از آن گلایه می کند و در جواب میکروفونش را قطع می کنند. وقتی کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون خیلی مشکرم. برخوردی که مشابه آن را سه هفته پیش و پس از کشتار مردم سیستان و بلوچستان با نماینده چابهار انجام دادند. بیش از یک سوم کشته شدگان نارامی کشور متعلق به بلوچستان بوده. چرا؟ خیلی متشکرم آقای سعیدی. روندی سیستماتیک و دیکته شده از سوی حکومت برای جلوگیری از شنیده شدن صدای اعتراض و انتقاد، حتی در جایی مثل مجلس که اعضایش از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. از مجلسی که رهبر جمهوری اسلامی بارها آن را انقلابی خوانده، البته برخورد دیگری انتظار نمی رود. نمایندگان روز یک شنبه به جای رساندن صدای اعتراض مردم به نمایندگی از حکومت، از خانواده های نیروهای امنیتی کشته شده در اعتراضات که جمهوری اسلامی شهدای مدافع امنیت می نامد تجلیل کردند. نمکی روی زخم خانواده های معترضان کشته شده. دو سه روزی است که تصاویر چندانی از شهرهای کردنشین منتشر نمی شود. نشانه ای از محدودیت بیشتر اینترنت و جو امنیتی حاکم بر این مناطق. سازمان های حقوق بشری کردستان از بازداشت گسترده شهروندان در شهرهای کردنشین خبر می دهند. این تصاویری است که روز شنبه از بوکان منتشر شده. تصاویری که گسیل پرتعداد نیروهای نظامی و انتظامی در این شهر را نشان می‌دهد. و این تصویر دیگری از قبرهای کشته شدگان در این شهر. قبرهایی که با پارچه‌های قرمز پوشانده شدند. رسمی در کردستان، نشانه ای از جوان بودن کشته شدگان. جوانانی که رخت عروسی را برتن ندیدند. مهدی بیگی، رادیو فردا.